سرخط خبرها. خواست امارت اسلامی مبنی بر حفظ حقوق دو جانبه میان کابل اسلام آباد. ذبیح الله مجاهد از پاکستان خواسته که روابط میان کابل و اسلام آباد حفظ و منافع مشترک میان دو کشور را نیز در نظر گیرد. خواهان ازی هستم که در پاکستان حکومت جدید به تمام اموری که مربوط به آن کشور است از نظم و امنیت و تمام مسائل پاکستان رسیدگی خوب بتانه. ادامه نگرانی ها از وضعیت حقوق بشری در افغانستان. نماینده ویژه آمریکا برای بانوان افغانستان از آنچه ادامه ممنوعیت ها بالای بانوان در کشور می داند نگرانی کرده است. په امریکا کې انتخاباتي موسم را روان دی او زه فکر کوم چې په دې انتخاباتي موسم کې به د طالبانو پر خلاف باندې څرګندونې لا زیاتې سي. واکنش مکل بر گفته های کاردار سفارت امریکا. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا پیشنهاد امکان تعامل با حکومت سرپرست افغانستان را به مسابقه سیلی به صورت مردم این کشور عنوان کرده است. آقای مکان در جواب خانم دکر گفتن من فکر میکنم بیشتر اعتقادات و باور شخصی آقای مکان را به نمایش میگذارم. و ادامه نبردها میان حماس و اسرائیل. در تازه ترین مورد در ده حمله اسرائیل در شهر رفح بیش از 80 تن کشته شدند. به نام یاد خدا به مجموعه خبری این ساعت از یک خوش آمدید. امروز یک شنبه 20 اوت 1402 هجری خورشیدی است که برابر است به 10 مارچ 2024 میلادی. فیض احمد احمدی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. امارت اسلامی از پاکستان خواسته که روابط میان کابل و اسلام آباد را حفظ و منافع مشترک میان دو کشور را نیز در نظر بگیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی حکومت جدید پاکستان را به حفظ حقوق دو جانبه و انعطاف در مورد مهاجران افغان رونق تجارت و سهولت در رفت آمد میان دو کشور دعوت کرده است. این در حالی است که اخیراً ناامنی ها در پاکستان روابط دو کشور را سرد کرده و این کشور هر از گاهی شهروندان افغانستان را به دست داشتن در فعالیت های ضد امنیتی این کشور متهم کرده است. حفظ حقوق دو جانبه خواست امارت اسلامی افغانستان از پاکستان. همزمان با متهم شدن شهروندان افغانستان در فعالیت‌های ضد امنیتی در پاکستان، امارت اسلامی از این کشور خواسته که روابط میان کابل و اسلام آباد را حفظ و منافع مشترک میان دو کشور را نیز در نظر بگیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی حکومت جدید پاکستان را به حفظ حقوق دو جانبه و انعطاف در موضوع پناهجویان، رونق تجارت و سهولت در رفت آمد میان دو کشور دعوت کرده است. مجاهد ادامه تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان را به صلاح دو کشور نمی‌داند. خواهان ازی هستم که در پاکستان حکومت جدید به تمام اموری که مربوط به آن کشور است از نظم و امنیت و تمام مسائل پاکستان رسیدگی خوب بتانه و در مورد افغانستان هم حفظ روابط هر دو کشور را مد نظر بگیرن. توقع همی میرم از حکومت جدید هم همی توقع داریم منافع مشترکی که افغانستان و پاکستان با هم دارن مد نظر گرفته شود، موضوع مهاجرین در انعطاف صورت بگیره و برخورد قانونی و اصولی صورت بگیره. در همین حال رسانه های پاکستانی گزارش هایی را به نشر رسانده که مقام های پاکستان افغانستان را دلیل ناامنی های این کشور می دانند. آگاهان اما ادامه این موضع گیری ها را به نفع دو کشور نمی دانند. استخبارات پاکستان باید طرح‌های لازم امنیتی و استخباراتی را غرض جلوگیری چنین واقعات و انفجارات در پاکستان روی دست بگیرد. این در حالی است که اخیراً ناامنی‌ها در پاکستان روابط دو کشور را سرد کرده و این کشور هر از گاهی شهروندان افغانستان را به دست داشتن در فعالیت‌های ضد امنیتی در پاکستان متهم کرده است، موردی که امارت اسلامی پیوستان را رد کرده است.
نماینده ویژه آمریکا برای بانوان افغانستان از آنچه ادامه ممنوعیت ها بالای بانوان در کشور میگوید نگرانی کرده است. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا گفته است که برای رهایی کشور از وابستگی به کمک های بشری امارت اسلامی سیاست های موجود در برابر بانوان را تغییر دهد. در سوی دیگر ملاله یوسفزئی فعال حقوق بانوان و آموزش در دیدار با سفیر مکزیکو خواستار همکاری جامعه جهانی برای از میان برداشتن محدودیت های و وضع وحش شده سوی امارت اسلامی بر بانوان شده است. امارت اسلامی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است، اما پیوسته تاکید کرده که حقوق همه شهروندان افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی حفظ است. ادامه نگرانی ها از وضعیت حقوق بشر و بانوان در افغانستان. در ادامه نگرانی ها از وضع محدودیت ها بالای بانوان، نماینده ویژه ایالات متحد با نگرانی از وضعیت بانوان در کشور گفته است سیاست های موجود حکومت سرپرست افغانستان در برابر تحصیل زنان و دختران افغان به اشتغال همه افغان ها آسیب رسانده است و برای رهایی از وابستگی به کمک بشری باید به این سیاست ها پایان دهد. افغانستان سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به دلیل احکام شدید طالبان علیه زنان و دختران از دست می دهد. احکام منع تحصیل زنان و دختران افغان و اشتغال به همه افغان ها آسیب می زند. برای رهایی افغانستان از وابستگی به کمک و فقر، این سیاست ها باید معکوس شوند. در طالبانو پر خلاف بندی سرگندونی لا زیادی سی، در امریکای حکومت خصوصا بایدن زفکر نکومه چی تر انتخابات پوری در طالبانو سر پخپل تعامل که کم مهم بدلون راولیم. در سوی دیگر ملاله یوسفزئی فعال آموزش در دیدار با سفیر مکزیکو در ملل متحد در مورد حقوق بانوان افغانستان بحث و گفتگو کرده است. او همچنان از جامعه جهانی خواسته است که محدودیت های موجود بالای زنان در افغانستان را از میان بردارد. امیدوار است که حکومت سرپرست فعلی افغانستان با در نظر داشت خاص جامعه جهانی، ساخت خاص خود مردم افغانستان، مخصوصا فعالان جامعه بدنی، تغییرات لازم را در سیاست های خود چی در قبال مسائل داخلی افغانستان، چی در قسمت حقوق بشر و خصوصا پرداختن به حقوق زنان و دختران افغانستان، بازگشایی دروازه های مکاتب بندون ها برای آنها و همچنان وضع نکردن کلیات بیشتر در قسمت خانم ها و دختران اقدام کنند تا با جلب جامعه جهانی بتوانیم افغانستان را از این حالت بی سرنوشتی و همچنان برهان هایی که را برگیران میباشد نجات بدهیم. امارت اسلامی هرچند در مورد حل محدودیت ها تا کنون چیزی نگفته است، اما پیش از این پیوسته بر تامین حقوق بانوان در چوکات شریعت اسلامی تاکید کرده است. برخی از شرکت های بزرگ گردشگری گفتند که درخواست بازدید گردشگران در افغانستان را افزایش یافته است. رسانه های اسکای نیوز در گزارش گفته که با تسلط دوباره امارت اسلامی در افغانستان، گردشگران می توانند از مناطق بازدید کنند که قبلا نمی توانستند از آن مکان بازدید نمایند. بر اساس این گزارش، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی نیز می گوید که این منطقه از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 200 تن بازدید کننده از کشورهای مختلف از جاذبه های طبیعی و اماکن باستانی این ولایت داشته است. این رسانه برخی دیگر از ولایت‌های افغانستان را از جمله مکان‌های بازدید برای گردشگران خارجی عنوان کرده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به گفته‌های اخیر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان گفته است که پیشنهاد اماکن امکان تعامل با حکومت سرپرست افغانستان با مسابقه سلی به صورت مردم این کشور است. آقای مک‌کال در پی مخالفتش با سخنان اخیر کاردار سفارت این کشور برای افغانستان از اداره بایدن همچنان خواسته است که تحت هیچ شرایطی تعامل با حکومت افغانستان را مورد تشویق قرار ندهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که کرندیکر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان در دیدار با برخی از فعالان مدنی کشور در ترکیه گفته بود که این فعالان به آنجا آمدند تا از نقشه راه سیاسی و تعامل با حکومت افغانستان حمایت کنند. مخالفت مک‌کال با سیاست تعامل با امارت اسلامی. چند پیش کرندیکر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان با پخش تصاویر از دیدارش با برخی از فعالان مدنی افغانستان در ترکیه خبر داده و گفته بود که این فعالان به آنجا آمدند تا از نقشه راه سیاسی و تعامل جهان با حکومت سرپرست افغانستان حمایت کنند.
حال اما مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی کنگرس در واکنش به گفته های خانم دیکر تعامل با حکومت سرپرست افغانستان را مدل سیلی به صورت مردم این کشور توصیف کرده است. این پیشنهاد که هر گونه امکان تعامل با طالبان وجود دارد سیلی به صورت مردم افغانستان است که قربانی رژیم طالبان هستند. این دولت نباید تحت هیچ شرایطی تعامل با طالبان را تشویق کند. آقای مکال در پی مخالفتش با سخنان اخیر کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان از اداره بایدن همچنان خواسته است که تحت هیچ شرایط تعامل با حکومت افغانستان را مورد تشویق قرار ندهد. آقای مکال در جواب خانم دیکر گفتند، من فکر میکنم بیشتر اعتقادات و باور شخصی آقای مکال به نمایش میگذارم، اما اکثر سیاستمداران در ایالات متحده آمریکا باورمند به است که گسترش ارتباط و گسترش تعاملات با امارات اسلامی در افغانستان هم زمینه تعاملات بیشتر هم زمینه تحقق خواستهای جهانیان را میسر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. مایکل مکال عضویت حزب جمهوری خواه را داره و جمهوری خواه کوشش میکنه که دموکرات ها را تحت فشار کمپاین تبلیغاتی انتخاباتی ریاست جمهوری که در 2024 قرار است برگزار شوه قرار بدن. شایان ذکر است که اظهارات مقام های جامعه جهانی از جمله آمریکا و برخی چهره های داخلی درباره تعامل با امارت اسلامی همواره واکنش برانگیز بوده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به مناسبت آغاز ماه رمضان خواستار حمایت از افراد نیازمند در جهان شده است. آقای گوترش ماه رمضان را مظهر ارزش‌های صلح، انعطاف‌پذیری و سخاوتمند خوانده و تاکید کرده که این یک دوره تعامل و دعا است و صلح را در جهان برمغان می‌آورد. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرده است که در فکر و قلبم هستند، از مردم افغانستان گرفته تا ساحل صحرا، از شاخ آفریقا تا سوریه و فراتر از آن. میخواهم پیام همبستگی و حمایت ویژه را برای همه کسانی که از وحشت در غزه رنج میبرند ابراز کنم. شماری از خبرنگاران در ولایت فرا از عدم دسترسیشان به اطلاعات شکایت دارند. این خبرنگاران عدم هماهنگی های لازم با مسئولان محلی را از چالش های عمدهشان قلمداد میکنند. با این همه والی این ولایت با پذیرفتن مشکل های موجود وعده حل این چالش ها را داده و از ایجاد تالار مرکز رسانه ها در این ولایت در آینده نزدیک خبر داده است. از شکایت خبرنگاران تا وعده همکاری مسئولان در فرا. شماری از خبرنگاران در ولایت فرا از نبود هماهنگی های لازم با مسئولان محلی و عدم دسترسی به اطلاعات شکایت دارند. آنان با اشاره به دشواری های تهیه کردن گزارش می گویند که در برخی از موردها مسئولان حاضر به پاسخگویی نبوده و برگزاری نشست ها را در عرصه تأمین هماهنگی مهم عنوان می کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه دنان غرنده چی مادر شغلی والی صاحب سردلوشت از ما به نظر بانی دیر مثبت غرنده و مثبت کرده، ځکه که دغسې غونډې هر هفته یا هر میاشت د مسئولینو سره بالخصوص د والی صاحب سره ترسره شي. ډېر به ښه وي، هم معلوماتو ته موږ لاسرسی پیدا کولی شو، هم کولی شو چې د هرې ادارې سره هماهنګي ولرو او د دوی کارونه وساتو. با این وجود عبدالکریم دانش یک تن از خبرنگاران در ولایت فراه با استقبال از برگزاری نشست‌های مطبوعاتی از سوی مسئولان محلی از مسئولان محلی خواست تا اطلاعات را به موقع با خبرنگاران شریک کنند. ما به دید مثبت می‌نگریم به این نشست‌ها، به خاطر از اینکه این نشست‌ها رای مثبت برای خبرنگار باز می‌کند تا باشد بین خبرنگار و مسئول اداره همچون نشست‌هایی که برگزار میشه یک هماهنگی درست صورت می‌گیرد، تا باشد بعد از همچون نشست‌ها خبرنگار می‌تونه به راحتی اطلاعات برسانه. او در رسانی سر انشاءالله چې کوم د نظام رسانی دی او هسې هم زموږ مربوط دي، انشاءالله ټول مشکلات به خپل تر وسه حلوو او حل کړي مو هم دي او په آینده کې به هم ورته متوجه. او کوم چې شخصي رسنی دي هغه هم زموږ د دې ملک او د دې نظام یوه برخه ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې د هغو په غوښتنه باندې انشاءالله چې کوم مشکلات وي خپل تر وسه د هغو مشکل حل ته انشاءالله موږ آماده یو. در همین حال اما مسئولان محلی در ولایت فراه از حمایت رسانه ها سخن می زنند. غوث الدین رهبر والی ولایت فراه با پذیرفتن چالش های رسانه ها می گوید در تلاش حل مشکل های رسانه های خصوصی و دولتی هستند.
نو په دې حق له ان شاء الله موږ اطمینان ورکو، نو موږ به ان شاء الله د ملي رادیو تلویزیون رئیس صاحب او د رقم د اطلاعات و کلتور رئیس صاحب سره ان شاء الله په دې باندې مشوره وکړو، نو چې کوم ضروریات یا کوم مطبوعاتي کنفرانس ځای دې ته ضرورت وو ان شاء الله نو هغه به خپل تر وسه پورې ان شاء الله ورته مهیا او برابر کړو، ځکه دا د دوی د ضروریاتونه دي. آقای رهبر همچنان می افزاید که در آینده برای خبرنگاران تالار مرکز رسانه ها ایجاد خواهند کرد. گفتنی است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، خبرنگاران از نبود قانون حق دسترسی به اطلاعات رنج می برند. با این همه دیده شود چه زمان این چالش جدی از راه خبرنگاران برداشته خواهد شد، موردی که زمان به آن پاسخ خواهد داد. و اما رویدادهای جهان را با همکارم احمد شاه شکومن دنبال کنید. در تازه ترین مورد در ده حمله اسرائیل در شهر رفح و مرکز باریکه غزه 82 تن کشته و 122 تن دیگر زخم برداشته اند. در یکی از این حمله ها بر یک ساختمان مسکونی در شهر رفح 300 خانواده بی سرپناه شده است. مشرف یکی از باشنده های غزه می گوید، ما نمی خواهیم کسی به ما غذا بدهد، ما می خواهیم دست از سرمان بردارند و این طوری خودمان می توانیم زنده بمانیم. این موشک های آمریکایی است که بالایمان پرتاب می شوند. آمریکایی ها باید ما را به حال خودمان رها کنند و ما خوب خواهیم ماند. ما زنده خواهیم ماند. از سوی هم روز شنبه جعبه های کمک های بشردوستانه بیشتری از هواپیماها به غزه پرتاب شده است. در تصویرهای نشر شده دیده می شود که فراشوت یکی از جعبه ها باز نمی شود و سقوط می کند. در یک رویداد مشابه روز گذشته جعبه سقوط کرد و جان 5 تن را گرفت و چندین تن را نیز زخمی کرد. در همین حال تنش در دریای سرخ نیز اوج گرفته است. حوثی های یمن اعلام کردند که چندین کشتی جنگی آمریکایی را در خلیج عدن هدف قرار داده اند. ارتش ایالات متحده نیز تایید کرده است که 15 هواپیمای بی سرنشین حوثی ها را ساقط کرده است. ارتش فرانسه اما می گوید که 4 هواپیمای بی سرنشین جنگی این گروه را در خلیج عدن منهدم کرده است. در همین حال هزاران تن در لندن دست به راهپیمایی های بزرگ زده و خواستار آتش بس در غزه شده اند. جیلیان بیلی معترض گفته است، نسل کشی را متوقف کنید، از تسلیح اسرائیل دست بردارید، از کشتن کودکان و نوزادان دست بردارید، این نباید ادامه یابد، ما باید آن را متوقف کنیم، ما به صلح نیاز داریم، خونریزی را پایان دهید. با این همه گفتگوها بر سر آتش بس و رهایی گروگان گرفته شدگان اسرائیلی هنوز با بنبست روبرو است و امیدی برای دستیابی طرفا به توافق تا آغاز ماه رمضان وجود ندارد. بیش از 5 ماه از آغاز درگیری میان سربازان اسرائیلی و جنگجویان حماس می‌گذرد. درگیری که تا کنون نزدیک به 31,000 فلسطینی در آن کشته شده است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری سابق پاکستان برای دور دوم از سوی ائتلاف حاکم در پارلمان و مجالس ایالتی به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شده است. بر اساس بیانیه پارلمان پاکستان، آقای زرداری با کسب 411 رأی محمود خان اچکزئی رهبر ملی گرایان را با 181 رأی شکست داد. آقای اچکزئی از سوی حزب عمران خان نخست وزیر زندانی حمایت می شد. رئیس جمهور در پاکستان با آرای مجلس نمایندگان و سنا و 4 مجلس قانونگذاری ایالتی انتخاب می شود. رأی گیری برای انتخاب 14 رئیس جمهوری پاکستان صبح روز شنبه انجام شده بود. رئیس جمهور در پاکستان تا حد زیادی تشریفاتی است، اما فرماندهی عالی نیروهای مسلح از مسئولیت‌های عمده این نقش است. آقای زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان است که پس از ترور او در یک حمله انتحاری در دسامبر 2007 و به دست گرفتن رهبری حزب مردم پاکستان جایگاه سیاسی پیدا کرد. او در سال 2008 رئیس جمهوری پاکستان شد و تا سال 2013 در این نقش ماند. بزرگترین دستاورد زرداری در اولین دوره ریاست جمهوریش ایجاد یک اجماع سیاسی نادر در اتخاذ چارچوب حقوقی و سیاسی جدید برای تمرکز زدایی از قدرت و محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری مورد حمایت رهبران نظامی خوانده شده است. آقای زرداری از اوایل دهه 1990 تا 2004 به مدت 11 سال را به اتهام اختلاس در زندان بود، اتهاماتی که هرگز در هیچ دادگاهی ثابت نشد. تعیین رئیس جمهوری پاکستان در حالی صورت می‌گیرد که پلیس پاکستان می‌گوید حداقل 2 نفر در انفجاری در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا در شمال غربی این کشور کشته شده است. بر اساس این گزارش‌ها 1 نفر نیز به شدت مجروح شده است.
رسانه های محلی میگویند که مواد منفجره در یک موتر سایکل کار گذاشته شده بود، اما این موضوع هنوز توسط مقام های رسمی تایید نشده است. رئیس جمهور ترکیه بار دیگر حکومت اسرائیل را تروریستی خطاب کرد و گفت که ترکیه قاطعانه در پشت حماس ایستاده است. آقای اردوغان در 53مین مجمع عمومی بنیاد گسترش علم در دانشگاه خلیج سخنرانی کرده و این سخنان را گفت. آقای اردوغان در سخنرانی تصریح کرد که هیچ کس نمیتواند ترکیه را مجبور به استفاده از اصطلاح سازمان تروریستی برای حماس کند. رئیس جمهور ترکیه افزود که حکومت تروریستی اسرائیل به صورت واضح برادران فلسطینی ما را قتل عام می کند. او از کشتار بیش از 31,000 فلسطینی در پی تهاجم اسرائیل بر غزه یاد کرد و از سکوت کشورهای مسلمان نیز انتقاد کرده است. رئیس جمهور ترکیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به عنوان نازی امروزی یاد کرد که به گفته او با ارتکاب جنایت علیه بشریت خود را همتراز هیتلر و موسولینی کرده است. با این حال وزیر خارجه اسرائیل در واکنش و اظهارات اخیر اردوغان ترکیه را بزرگترین کشور حامی تروریست در جهان در کنار ایران دانست. این مقام اسرائیل در صفحه اکس خود نوشت که حمایت اردوغان از حماس او را به یکی از بزرگترین سرکوبگران و یهود ستیزان تاریخ تبدیل کرده است. و اما تازه های دنیای ورزش را با همکارم حمیرا یوسفی. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان امشب در رقابت مرکزی سازمان MFN مقابل سانجید بودهوار از هند در راوند دوم ناکاوت شد. بدخشی بر جریان این مسابقه مسلط بود و حریف او چندین بار به دلیل آسیب دیدگی بر زمین نشست، اما بدخشی در یک لحظه با ضربه مشت حریف ناکاوت شد. این مسابقه در وزن 66 کیلوگرم و برای کسب کمربند قهرمانی سازمان MFN در شهر دهلی هندوستان برگزار شده بود. این چهارمین شکست بدخشی در 18 مسابقه حرفه‌ای او در مبارزات آزاد است. بدخشی پس از 4 پیروزی پیاپی در MMA امشب شکست خورد. در روز پایانی مسابقات مرحله اول مقدماتی لیگ برتر زون مرکز فوتسال افغانستان در کابل، امروز تیم فوتسال بهارک ولایت پنشیر با نتیجه 3-1 تیم شاهین جبل السراج ولایت پروان را شکست داد. تیم بهارک با کسب این پیروزی قهرمان زون مرکز شد و به مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال افغانستان راه یافت. با گزارش کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان، در دیدار دیگر روز پایانی این مسابقات تیم فوتسال جوانان بندامیر ولایت بامیان با حساب 4-3 تیم خراسان جمال آقا از ولایت کاپیسا را از پیش رو برداشت. آرسنال امشب در هفته 28 لیگ برتر فوتبال انگلستان در ورزشگاه امارات لندن میزبان تیم برنتفورد بود. آرسنال در این دیدار با گل‌های دکلان رایس و کای هاورتز توانست مقابل برنتفورد به پیروزی برسد. آرسنال با این برد 64 امتیازی شد و با یک بازی بیشتر به سطر جدول رده‌بندی صعود کرد. در همین حال تیم بایرن مونیخ در هفته 25 بوندسلیگای آلمان و در ورزشگاه آلیانس آرنای شهر مونیخ با نتیجه پرگل 8-1 تیم ماینس را در هم کوبید. در این دیدار ندیم امیری بازیکن افغانستانی ماینس در دقیقه 31 برای تیمش گل زد، اما بایرن با درخشش هریکن توانست به پیروزی پرگل دست یابد. ممنون از توجهتان و خبرهای این ساعت در یک بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار. We'll be right back.